بسم الله الرحمن الرحیم. مریم تیموری یگانه هستم. با آموزش پمپ و ایستگاه‌های پمپاژ در خدمتتون هستم. در فصل اول در ارتباط با انواع پمپ‌ها صحبت خواهیم کرد. پمپ‌های آب دستگاه‌هایی هستند که برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی هیدرولیکی طراحی شدند. این پمپ‌ها در دو دسته کلی، دسته‌بندی و یا طبقه بندی میشن. طبقه اول پمپ‌های توربوهیدرولیک هست و طبقه دوم پمپ‌های جابجایی مثبت هستش. پمپ‌های توربوهیدرولیک جریان رو با یک پره چرخان حرکت میدن. رایج‌ترین انواع پمپ‌های توربوهیدرولیک میتونیم نمونه‌های از اون رو که به عنوان رایج‌ترین های پمپ‌های توربوهیدرولیک هست بهشون اشاره کنیم. پمپ‌های گریز از مرکز هستن، پمپ‌های پروانه‌ای هستش و همچنین پمپ‌های جت. در ارتباط با پمپ‌های جابجایی مثبت، توی این پمپ‌ها جریان با جابجایی دقیق ماشین حرکت پیدا می‌کنه و مثل یک سیستم چرخ‌دنده‌ای میمونه که توی یک محفظه بسته یا یک حالت پیستونی در یک سیلندری حرکت پیدا میکنه. نکته که وجود داره راجع به پمپ‌های جابجایی مثبت و شما باید بهش دقت بکنید این هستش که این پمپ‌ها شامل مفاهیم کاملاً مکانیکی هستند و نیازی به دانش دقیق هیدرولیکی ندارن و همین دلیل بحث ما توی این بخش راجع به پمپ‌های توربوهیدرولیک هست که بیشتر روی مباحث هیدرولیکی فوکوس داره. خب در ارتباط با پمپ‌های گریز از مرکز که یک جزئی از پمپ‌های توربوهیدرولیک بودن، اصل اساسی این نوع پمپ‌ها رو برای اولین بار دوماور در سال 1730 بهش پرداخت و بررسی کرد. برای بررسی هم یک مفهوم ساده رو بیان کرد که توی این مفهوم ساده که برای پمپ‌های گریز از مرکز بیان شده به این ترتیب هستش که دو تا لوله هست. این دو تا لوله به صورت مستقیم به هم وصل میشن. یک لوله حالت قائم داره و یک لوله به صورت افقی هستش. این لوله‌ای که حالت قائم داره در داخل جریان قرار میگیره و در واقع این اتصال لوله ها به همدیگه مثل حالت یک سراهی مانند رو تشکیل میده که این سراهی رو توی این شکل براتون آوردم برای پمپ‌های گریز از مرکز توی اسلاید مشاهده میکنید. این سراهی همونطور که گفتیم قسمت قائمش در داخل این سیار یا جریان قرار میگیره، در داخل آب قرار میگیره و پر میشه. حالت افقی که قرار داره به صورت دورانی، این بازوی افقی به صورت دورانی چرخانده میشه تا آب رو از انتهای سراهی به سمت جلو ببره. در واقع یک شتاب معمولی ایجاد میکنه. آب خروجی فشار رو توی انتهای سراهی کاهش میده، یعنی ایجاد مکش میکنه و این برای غلبه بر افت هد استحکاکی اون سیال در حال حرکت هست و اختلاف هد موقعیت بین انتهای سراهی و مخزن هستش که برای غلبه بر اون کافیه. پمپ‌های گریز از مرکز از دو قسمت یا دو بخش تشکیل میشن. بخش اول عنصر دوار هست که معمولاً پروانه نامیده میشه. بخش دوم محفظه هستش که عنصر دوار رو محصور میکنه و مایع تحت فشار داخل اون رو آب بندی میکنه. نیروی مورد نیاز برای پمپ‌های گریز از مرکز به وسیله یک موتور متصل به شفت پروانه تأمین میشه. یعنی چی؟ حرکت چرخشی پروانه یک نیروی گریز از مرکز ایجاد میکنه که مایع رو قادر میکنه تا در ناحیه نزدیک پروانه وارد پمپ بشه و در امتداد جهت حرکت پروانه ها به سمتی که فشار بیشتری داره حرکت کنه. تو این شکل هایی که براتون توی اسلاید آوردم در ارتباط با پمپ های گریز از مرکز
توی شکل A یک فرم کلی از یک پمپ گریز از مرکز هست و در شکل B در واقع توزیع فشار در داخل این پمپ گریز از مرکز نشون داده شده که یک طرف ما HD رو داریم، حد فشار رو داریم، حد سرعت رو داریم، در واقع این توزیع فشاری که اتفاق میفته رو داریم و همینطور اون سرعت زاویه‌ای که برای حرکت چرخشی پروانه ایجاد میشه و در واقع در طرف دیگه دوباره حد فشار، حد سرعت و حدی که پمپ ایجاد میکنه رو داریم. این تقسیم بندی از توزیع فشار در داخل پمپ گریز از مرکز هست که یک برج زده شده از پمپ گریز از مرکز و به صورت دقیق این توزیع فشار رو در داخل این پمپ نمایش داده شده که توی شکل بی من براتون این رو آوردم که بدونید به چه صورتی هستش. تئوری که برای پمپ‌های گریز از مرکز در نظر گرفته میشه بر اساس اصل بقای تکانه زاویه‌ای است. اینو در نظر داشته باشید چون برای هر پمپی ما از یک اصل استفاده می‌کنیم. توی پمپ‌های گریز از مرکز از اصل بقای تکانه زاویه‌ای استفاده میشه. واسه خاطرتون باشه. اصطلاح تکانه که معمولاً به تکانه خطی اشاره داره، یعنی هر جا شما دیدید که گفته شد تکانه، منظور همون تکانه خطی هستش. پس اصطلاح تکانه معمولاً همون تکانه خطی هست. به صورت حاصل ضرب جرم در سرعت تعریف میشه. در مورد تکانه زاویه‌ای یا گشتاور تکانه، به تکانه زاویه‌ای گشتاور تکانه هم گفته میشه. نسبت به یک محور ثابت ما میتونیم این تکانه زاویه‌ای رو به صورت ممان تکانه خطی نسبت به اون محور تعریف کنیم که ممان تکانه خطی رو گفتیم به صورت جرم ضرب در سرعت هست که به صورت مومنتوم اون رو نشون دادیم ضرب در یک محور ثابتی ضرب در در واقع ممان اون تکانه یه خطی نسبت به اون محور که میشه همون شعاع ضرب در تکانه یه خطی. یک محور ثابتی رو در نظر بگیرید، ممان تکانه خطیش به این ترتیب نسبت به اون محور به دست خواهد آمد و این نشون دهنده یه تکانه زاویه یا گشتاور تکانه هستش. اصل پایستگی تکانه زاویه ای چطوری تعریف میشه، منظور چیه و به چه ترتیبی هست؟ اصل پایستگی تکانه زاویه‌ای توی این اصل لازم هستش که نرخ زمانی تغییر تکانه زاویه‌ای توی یک جسم از سیار برابر بشه با گشتاور حاصل از نیروهای خارجی که به اون جسم وارد میشن. این یعنی چی و به چه صورتی بیان میشه و تعریف میشه؟ یعنی این که شعاع ضرب داره اون تکانه خطی یا جرم ضرب در سرعت بخش بره زمان، که ما میتونیم این رو بیایم به این ترتیب هم تعریف کنیم، یعنی بیایم چگالی رو وارد این تعریف کنیم و به صورت شعاع ضرب در چگالی در تغییرات حجم بخش بره زمان ضرب در سرعت این رو بیان کنیم. خب این میشه اصل پایستگی تکانه زاویه‌ای. تکانه یه زاویه یا گشتاور تکانه، همونطور که توی اسلاید قبل هم در موردش توضیح دادیم، اگر بخوایم برای یک المان جرم سیال در واحد زمان یعنی رو دی کیو برای یک المانی از جرم سیال در واحد زمان یعنی رو دی کیو بخوایم این رو بیان کنیم و تعریف کنیم، به صورت رو دی کیو ضرب داره V در کوسینوس آلفا ضرب در R تعریف میشه. پس این مفاهیم رو دوستان لطف کنید به خاطر بسپارید، هم تعریف ها رو به خاطر بسپارید، هم روابط رو به خاطر بسپارید. اینها مهم هستش و در حد مسائل بایستی ازشون استفاده کنید. گشتاور اعمال شده برای یک پروانه، گشتاوری که اعمال میشه به یک پروانه توی پمپ گریز از مرکز
باید با اختلاف تکانه زاویه‌ای در ورودی و خروجی برابر باشه. ببینید، ما تکانه زاویه‌ای رو که از اسلایدهای قبل فهمیدیم که مفهومش چیه. حالا می‌خوایم ببینیم که گشت‌آوری که به پروانه پمپ گریز از مرکز وارد میشه باید چطوری در نظر گرفته بشه. باید برابر باشه با اختلاف تکانه زاویه‌ای که در ورودی و خروجی اعمال میشه. برای یک جریان ثابت و در شرایط یک نواخت در اطراف پروانه، رابطه ای رو که برای گشتاور اعمال شده به پمپ گریز از مرکز میتونیم بنویسیم، طبق معادله هستش که در این اسلاید من براتون آوردم. پس این رو در نظر داشته باشید که این رابطه برای حالتی هستش که جریان ثابت باشه و شرایط یک نواخت در اطراف اون پروانه پمپ، این شرایط باید برقرار باشه تا این رابطه رو بتونیم براش بنویسیم. روابطی که من براتون نوشتم، جزهای این رابطه روی شکل‌ها رو براتون آوردم که قابل فهم‌تر باشه. به صورت رو کیو چگاری ضرب در دبی در آر صفر وی صفر کوسینوس آلفای صفر. آلفای صفر رو که روی شکل نشون دادیم به صورت حالا بزرگتر شده، در واقع نمای زوم شدهش رو اینجا آلفای صفر رو مشاهده می کنید. وی صفر رو که از روی شکل دارید، این وی صفر هستش. کوسینوس آلفای صفر، آر صفر که روی شکل مشخص هست، آر صفر شعاع رو بهمون نشون میده، شعاع پروانه خروجی رو. منهای آر آی وی آی کوسینوس آلفای آی که باز این قسمت زوم شده رو اگر شما برای این قسمت ما زومش کردیم مشاهده کنید، آلفای آی رو در واقع در این قسمت دارید، وی آی رو هم دارید، این وی آی هست که روی شکل زوم شدهش بهتر میتونید این رو مشاهده کنید، و آر آی این معادله‌ای هستش که برای گشتاور اعمال شده به پروانه گریز از مرکز تحت شرایط جریان ثابت و شرایط جریان یک نواخت در اطراف پروانه پمپ میتونیم براش در نظر بگیریم. ترمهای دیگه هستن و در واقع زوایا یا بردارهای دیگه هستن که روی شکل مشاهده میکنید. مثلا ویتی صفر هستش، ویتی آی هست، یوی آی هست، یوی صفر هست. دوستان، این زوایا و بردارها توی حل مسائل ازشون استفاده میشه. بنابراین این شکل کلی رو من براتون آوردم، سعی کنید این شکل رو به خاطر داشته باشید، توی مسائل ما ازش استفاده میکنیم. خب، توان ورودی به پمپ که من اینجا با پی آی این توان ورودی به پمپ رو با پی آی نشون دادم، این فرق داره با فشار. فشار رو با پی نشون میدیم، این توان ورودی رو با پی آی. این رو خاطرتون باشه، این رو من متمایز کردم از هم دیگه. توان ورودی رو با پی آی نشون میدیم و هر جا پی بود منظور فشار هستش. به صورت امگای ضرب در تی بیان میشه که اگر ما بخوایم این رو بازش کنیم به صورت رو کیو امگا در آر صفر وی صفر کوسینوس آلفای صفر منهای آر آی وی آی کوسینوس آلفای آی هست. این رو از اسلاید قبل خدمتون توضیح دادم. توان خروجی یک پمپ هم به وسیله این رابطه‌ای که در این اسلاید آوردم محاسبه میشه که بر حسب دبی پمپ و حد کل انرژی هستش که پمپ به جریان میده و به صورت HP برابر میشه با وی دی به توان دو منهای وی آی به توان دو به دو جی، یعنی حد سرعت به علاوه یه حد فشار، پی دی منهای پی آی بخش بر گاما به علاوه یه HD تعریف میشه. این پی صفر که بیانگر توان خروجی هست برابر میشه با گاما کیو در HP. این HP رو از اینجا به دست آوردیم، یعنی حد کل انرژی که پمپ به جریان میداد ضرب در گامای کیو، در واقع همون توان خروجی پمپ رو
به ما میده که بر حسب این توان خروجیه، بر حسب دبی پمپ و حد کل انرژی هست که در تعریفی که براتون آوردم در قسمت قبلی، یعنی در اینجا به صورت کامل مشخص و واضح هست و از طریق فرمول هم میتونید شما این تعریف رو به خاطر بسپرید. کارایی یک پمپ گریز از مرکز تا حد زیادی هم به تیغه های پره و هم به محفظه پره و همینطور به شرایطی که پمپ در اون کار میکنه بستگی داره. پس این رو هم در نظر داشته باشید. این سه مورد مواردی هستن که روی کارایی یک پمپ گریز از مرکز تأثیر گذارن. برای به دست آوردن کارایی پمپ یا راندمان پمپ، رابطه‌ای که برامون وجود داره به صورت EP نمایشش میدیم. این راندمان پمپ رو میشه توان خروجی پمپ به توان ورودی پمپ که روابطش رو در اسلاید قبل خدمتون گفتم و یک جاگزینی انجام میدید. این توان خروجی پمپ هست که در اسلاید قبل گفتیم که گاما کیو اچ پی بخش بر توان ورودی پمپ هم که به صورت اومگا ضرب در تی بود. رابطش رو اگر خواستید از قسمت اسلاید قبل باز یک نگاهی بهش بندازید. پمپ هیدرولیکی معمولاً وسیله یک موتور به حرکت در میاد. راندمان موتور به صورت EM برابر میشه با PI بخش بره. PM تعریف میشه. این یعنی چی؟ یعنی نسبت توان اعمال شده به پمپ که PI هست و باهاش آشنا هستید بخش بره PM، یعنی توان ورودی به پمپ. این تعریف رو در قسمت زیر هم براتون آوردم. توان اعمال شده به پمپ توسط موتور PI و PM توان ورودی به پمپ که با PM نشونش میدیم. اینها در حل مسائل این روابط مورد استفاده قرار میگیرن و من سعی کردم جز به جز این روابط رو براتون بیارم و شما سعی کنید که این روابط رو به خاطر داشته باشید. راندمان کلی یک سیستم پمپ رو هم اگر بخوایم راندمان کلی رو به دست بیاریم میشه حاصل ضرب راندمان پمپ در راندمان موتور، که اگر این روابط رو جایگزین کنیم، یعنی پی صفر بخش بر پی آی بر راندمان پمپ و پی آی بخش بر پی ام بر راندمان موتور و یک ساده سازی انجام بدیم میشه پی صفر بخش بر پی ام. و که اگر بخوایم حالت کلی تری برای این بنویسیم و یک طرف این وسط این براش در نظر بگیریم، راندمان کلی سیستم پمپ رو به صورت پی صفر برابر میشه با ای در پی ام میتونیم تعریف کنیم. نکته که وجود داره این هستش که مقدار راندمان به دلیل استکاک و سایر تلفاتی که توی سیستم رخ میده همیشه کمتر از واحد هست و این رو باید حتما در نظر داشته باشید. توی یک سیستم یک سری تلفات اتفاق میفته که این تلفات باعث میشه که اون راندمان سیستم کمتر از واحد باشه. کل انرژی که در ورودی پمپ در واقع رابطهش رو ما میتونیم در نظر بگیریم، همونطور که توی شکل‌های اسلایدهای قبل هم خدمتتون توضیح دادم برای پمپ گریز از مرکز، کل انرژی ورودی برای یک پمپ گریز از مرکز به صورت HI برابر میشه با حد فشار به علاوه اون حد سرعت، یعنی VI به توان 2 بخش بر 2G هست. این کل انرژی در ورودی پمپ هست و حد کل انرژی در محل تخلیه و یا خروجی رو باز هم در اسلایدهای قبل این رو خدمتون نشون دادم که به صورت HD به علاوه یه حد فشار به علاوه یه حد سرعت هستش، VD به توان 2 بخش بر 2G، و این میشه حد کل انرژی در محل خروجی برای یک پمپ گریز از مرکز. تفاوت بین این دو مقدار انرژی هستش که پمپ جریان میده که برابر هست با HP، یعنی حد در واقع پمپمون برابر میشه با HD منهای HI، یعنی انرژی که در خروجی یا در محل تخلیه ایجاد میشه منهای انرژی در محل ورودی.
یک مثال حل کنیم. گفته که یک پمپ گریز از مرکز مشخصات زیر رو داره. شعاع داخلی 12 سانتی متر، شعاع خارجی 40 سانتی متر، بتای آی 118 درجه هست و بتای 0 140 درجه. این بتاها و آرها و بقیه بردارها و زوایا رو توی شکل مربوط به پمپ گریز از مرکز در اسلایدهای قبل خدمتتون توضیح دادم و میتونید بهش رجوع کنید و در واقع این مفاهیم رو از روی شکل به خاطر بسپرید. و حالا برای مسائل مختلف ممکنه که پارامترها اعداد مختلفی داشته باشن. گفته که عرض پره‌های پروانه 10 سانتی متر هست و سرتاسر یک نواخته. در سرعت زاویه‌ای 550 دور در دقیقه پمپ 98 متر مکعب بر ثانیه آب رو بین دو مخزن با اختلاف ارتفاع 25 متری تحویل میده. اگر از موتوری برای به حرکت درآوردن پمپ گریز از مرکز استفاده بشه، بازده پمپ و بازده کلی سیستم چقدر هستش؟ تمام روابط رو در اسلایدهای قبل برای بازدهی پمپ، بازدهی کلی سیستم مورد بررسی قرار دادیم. حالا می‌خوایم ببینیم که در حل مسائل چطوری ازشون استفاده کنیم. خب، برای حل سرعت محیطی یا سرعت مماسی پره‌ها در ورودی و خروجی پمپ رو باید به دست بیاریم. خب این چطوری به دست میاد؟ سرعت محیطی یا سرعت مماسی در ورودی و خروجی پره‌ها برای یک پمپ گریز از مرکز به صورت U یا آی برابر میشه با اومگا ضرب در آر آی و U یا صفر برابر میشه با اومگا ضرب در آر صفر تعریف میشه و در واقع به کار برده میشه. برای این اومگا سرعت رو ما به صورت سرعت زاویه‌ای رو به صورت 2π ضرب در اون 550 دور در دقیقه، این 60 به خاطر دقیقه است، یعنی در هر دقیقه 550 دور این اتفاق میفته و به صورت 2π ضرب در 550 بخش بر 60 این رو برای سرعت زاویه‌ای می‌نویسیم. حالا اینجا تو این مثال 550 دور در دقیقه بود، ممکنه که توی مثال دیگه این بشه 600، بشه مثلا 350. در هر صورت باید به این ترتیب براش بیان بشه. ضرب در آر آی که توی صورت سوال ما این رو داشتیم بر حسب سانتی متر بود، اینجا بر حسب متر واردش کردیم، یعنی 12 صدم رو گذاشتیم. در نهایت یوی آیمون به دست اومده 6.91 متر بر ثانیه. به همین ترتیب برای یوی صفر رو هم جایگزین میکنیم. 2π ضرب در 550 بخش بر 60 برای اومگا ضرب در آر صفر که 40 سانتی متر بود، ما اینجا بر حسب متر 14 گذاشتیم که شده 23 متر بر ثانیه. این برای سرعت مماسی پره‌ها در ورودی و خروجی بودش. سرعت شعاعی آب رو میتونیم با استفاده از معادله پیوستگی که این معادلات رو براتون در این قسمت آوردم به دست بیاریم. معادله پیوستگی به چه ترتیبی هست؟ آی آی وی آر آی برابر میشه با آی صفر وی آر صفر، یعنی در ورودی و خروجی دبی ها با هم برابرن. این تعریف معادله پیوستگی هست که در واقع تعریف معادله پیوستگی رو در دروس مربوط به هیدرولیک بهش پرداخته شده و میتونید رجوع کنید به کتب مربوط به اون و یا آموزش های مربوط به هیدرولیک. آی آی به چه ترتیب بیان میشه؟ به صورت 2π آر آی در بی که این بی عرض پره پروانه هست که مستقیماً روی سرعت جریان اثرگذار هست و برای آی صفر هم به صورت 2π در آر صفر ضرب در بی تعریف میشه. این جایگزین میشه برای آی آی و آی صفر در این معادله جایگزین میشه. خب بعد از این که ما این جایگزینی رو انجام بدیم و یک طرف این وسط این انجام بدیم، برای به دست آوردن سرعت شعاعی این سرعت رو باید در واقع از معادله پیوستگی به دست بیاریم. خب معادله پیوستگی که به صورت Q برابر میشه با V ضرب در I هست،
و وقتی که یک طرف این وسط این انجام بدیم، این وی ها رو میتونیم جدا کنیم. بعد از جایگزین کردن ترم هایی که داریم از صورت سوال، پی رو که داشتیم 98 صدم متر مکعب بر ثانیه، دو پی ضرب در آر آی رو هم که داریم 12 صدم متر هست که ما اینجا توی صورت سوال سانتی متر داده بود و ما اینجا بر حسب متر وارد کردیم و بیمون که در صورت سوال بهمون داده، در واقع این ترم ها رو بعد از اینکه جایگزین کنید، سرعت شعاعی در ورودی 13 متر بر ثانیه و در خروجی 3.9 متر بر ثانیه براتون به دست میاد. خب حالا با توجه به اینکه این پارامترها رو محاسبه کردیم، میخوایم بریم بقیه زوایا و بردارها رو هم محاسبه کنیم. بقیه زوایا و بردارها، همونطور که برای یک پمپ گریز از مرکز این زوایا و بردارها رو داشتیم، به صورت وی تی آی هست که برابر میشه با وی آر آی بخش بر تانژانت بتای آی. بتای آی رو که داشتیم توی صورت سوال 118، این رو جایگزین کنیم، وی تی آی برامون به دست میاد منفی 6.91 متر بر ثانیه. وی تی صفر به صورت وی آر صفر بخش بر تانژانت بتای صفر هستش که به صورت 3.9 بخش بر تانژانت بتای صفر که توی صورت سوال بهمون 140 داده بود که میشه منفی 4.65 متر بر ثانیه. بعد از اینکه این زوایا و بردارها رو به دست آوردیم، مرحله بعدی این هستش که بیایم وی آی رو حساب کنیم. وی آی چطوری به دست میاد؟ به صورت رادیکال وی آر آی به توان 2 به علاوه یوی آی به علاوه وی تی آی به توان 2 هستش که بعد از اینکه این ترم ها جایگزین شد، یعنی با توجه به اینکه مقادیر رو به دست آورده بودیم، برای وی آر آی به دست آورده بودیم 13 متر بر ثانیه به توان 2 و یوی آی به علاوه وی تی آی به توان 2 که این جمعشون تو این صورت سوال برای این مسئله صفر شده، در نهایت وی آیمون برامون به دست میاد 13 متر بر ثانیه. دوستان، یا این روابط رو به خاطر بسپرید یا اینکه حالا توی بعضی طرح‌های سوال توی صورت سوال این روابط رو بهتون میدن، یعنی بعضی ها این روابط رو میدن و دیگه نیازی به حفظ نیست، بعضی مواقع هم نمیدن، شما باید این روابط رو به خاطر بسپرید. اگر روی شکل که توی استایت‌های قبل خدمتون توضیح دادم این بردارها و زوایا رو به خاطر بسپرید، دیگه چه توی صورت سوال داده شده باشه این روابط چه ندادن، هم شما میتونید کارتون رو انجام بدید و مسائل رو حل کنید. برای به دست آوردن آلفای آی، رابطه‌ای که براش در نظر گرفته میشه به صورت تانژانت وارون وی آر آی بخش بر یو آی به علاوه وی تی آی هست. تک تک این ترم ها رو به دست آوردیم، قبلا جایگزین میکنیم، در نهایت تانژانت بی نهایت برمون میشه چون مخرج صفر میشه و وی آر آی رو هم که 13 قبلا به دست آورده بودیم، 13 بخش بر صفر میشه تانژانت بی نهایت. تانژانت بی نهایت هم همون 90 درجه هست و از طرف دیگه کوسینوس این 90 درجه صفر خواهد شد. برای ادامه این تحلیل برداری که انجام دادیم، ما وی صفر رو داریم. وی صفر به صورت رادیکال وی آر صفر توان 2 به علاوه یو صفر به علاوه وی تی صفر توان 2 به دست میاد که بعد از اینکه تک تک این ترم هایی که به دست آوردیم قبلن در مراحل قبل‌تر از این مرحله، این تک تک این ترم ها رو به دست آوردیم، جایگزین کنیم، در نهایت وی صفرمون میشه 18.8 متر بر ثانیه. برای به دست آوردن آلفای صفر هم میشه تانژانت وارون وی آر صفر بخش بر یوی صفر بر وی تی صفر هستش. بعد از اینکه این جایگزینی ها انجام بگیره، تانژانت وارون 3.9 بخش بر 18.4 در اینجا 12 درجه برامون به دست اومده که این رو توی حل مسائلتون ماشین حساب مهندسی پیشرفته میبرید و میتونید این زوایا رو با ماشین حساب محاسبه کنید که اینجا تانژانت وارونمون برای آلفای صفرمون میشه 12 درجه که کوسینوس 12 درجه
978 هزارم برامون به دست اومده. حالا برای اینکه توان ورودی به پمپ رو به دست بیاریم، همونطور که رابطهش رو در اسلایدهای قبل خدمتتون توضیح دادم، بعد از اینکه این ترم ها رو جایگزین کنیم، توان ورودی به پمپمون برامون به دست میاد. خب ما اومگا رو داریم، آر صفر رو توی صورت سوال بهمون داده، وی صفر رو اینجا به دست آوردیم، کوسینوس آلفای صفر رو به دست آوردیم، آر آی رو که صورت سوال بهمون داد، وی آی رو که به دست آوردیم و همینطور کوسینوس آلفای آی رو به دست آوردیم. خب اگر تک تک این ترم ها رو جایگزین کنیم، در نهایت پی آیمون برامون میشه 414 کیلو وات. اینجا نکته ای که بهش توجه باید بکنید این هستش که اینجا در واقع این سرعت زاویه هست که به صورت 2π 550 دور در دقیقه بوده که بخش بر 60 شده، یعنی 2π 550 بخش بر 60 در نظر گرفتیم. این رو هم بدونید که مربوط به سرعت زاویه هست. بقیه یه ترما رو هم که قبلا به دست آوردیم و یک جایگزینی انجام میگیره. خب در نهایت برامون اون توان ورودی پمپمون 414 کیلووات به دست آورده شد. با فرض این که تلفاتی اتفاق نیفته و با فرض این که تنها حد انرژی که اضافه شده وسیله پمپ ارتفاع هست و صرف نظر بکنیم از تلفات، HP‌مون یا حد پمپمون همون اختلاف ارتفاعمون میشه، یعنی HR منهای HS هست. حالا ما میخوایم پی صفر رو، توان خروجی پمپ رو محاسبه کنیم که به صورت گاما کیو اچ پی. این رابطه رو از اسلایدهای قبل براتون توضیح دادم و خاطرتون هست و براتون آشنا هست. خب تک تک این ترم ها رو جایگزین کنید، این پی صفر میشه 240 کیلو وات براتون به دست میاد. حالا برای به دست آوردن بازده یه پمپ با توجه به رابطه‌ای که براش داشتیم، یعنی EP برابر میشه با پی صفر بخش بر پی آی، در نهایت این EP مون 58% برمون به دست آورده میشه، یعنی بازده پمپمون 58% هست و بازده کلی سیستم که به صورت E برابر هست با EP که از اینجا به دست آوردیم در EM، که این EM هم همون پی آی بخش بر پی ام هست. بعد از این که یک جایگزینی صورت بگیره، بازه کلی سیستممون میشه 48%. پمپ های پروانه ای یا جریان محوری، اصل اصلیه که برای این پمپ های پروانه ای در نظر گرفته میشه بر اساس تکانه ضربی هست. یعنی تکانه ضربی ابزار ساده رو برای توصیف عملکرد این پمپ‌های پروانه‌ای فراهم می‌کنه. ضرب خطی به صورت انتگرال حاصل ضرب نیرو در زمان اتفاق می‌افته. منظور از این دلتای تی از تی پریم تا تی زگوند هستش که برای اصل تکانه ضربی در نظر گرفته میشه و تعریف میشه. یعنی این آی یا این اصل تکانه ضربی برابر هستش با انتگرال از تی پریم تا تی سکند اف در دی تی. نیرویی که به جسم وارد میشه ضرب در این دی تی، این اصل تکانه ضربی رو برای پمپ های پروانه‌ای بیان میکنه. پس برای پمپ های پروانه‌ای ما اصل تکانه ضربی رو داریم که به این صورت تعریف میشه. اگر یک نیروی ثابتی توی یک دوره زمانی به صورت تی در نظر گرفته بشه، اون وقت تکانه رو به صورت زیر ما میتونیم به صورت ساده بیانش کنیم، یعنی نیرو ضرب در زمان. نیرو ضرب در زمان اصل تکانه ضربی رو بهمون میده. این برای حالتی هستش که یک نیروی ثابت توی یک دوره زمانی معینی به اون جسممون وارد بشه. اصل تکانه ضربی ایجاب میکنه که ضریب خطی یک نیرو یا یک سیستم نیرو تو یک بازه زمانی که به یک جسم وارد میشه برابر باشه با تغییر تکانه خطی که بر اون جسم توی اون زمان وارد میشه.
این یعنی چی؟ یعنی نیروی زرتر زمان که بیانگر اون تکانه ضربی هست، این برابر بشه با تغییر تکانه خطی، که تکانه خطی رو هم در قسمتی که توضیحات مربوط به پمپ‌های گریز از مرکز رو دادیم در واقع باش آشنا هستید که جرم ضرب در سرعت بود. حالا برای اینکه این تساوی برقرار بشه، اصل تکانه ضربی برابر میشه با تغییر تکانه خطی، یعنی جرم ضرب در تغییرات سرعت. این خیلی نکته مهمی هست و این رو سعی کنید که این تعریف‌هایی که براتون به صورت خلاصه آوردم اینجا و روابطش رو گذاشتم، اینها رو سعی کنید به خاطر داشته باشید. همینطور منظور از نیرو تمام نیروهایی هستش که به یک حجم کنترل وارد میشه. پس هر جا که بیان نیرو رو آوردیم، کلمه نیرو در نظر گرفته شد و به کار برده شد، منظور همه ی نیروهایی هست که به حجم کنترل اعمال میشه و وارد میشه. عامل این جرم ضرب در زمان رو میتونیم به صورت جرم درگیر در واحد حجم یا دبی جرمی جریان بیان کنیم، که من اینجا معادله رو براتون آوردم. به صورت جرم بخش بر زمان رو ما میتونیم بگیم که چگالی ضرب در دبی یا روی ضرب در کیو، که این به صورت دبی جرمی جریان در واقع تعریف میشه این عامل جرم بخش بر زمان. بنابراین این تغییر سرعت بیانگر تغییر سرعت سیال بین دو قسمت از یک حجم کنترل هست، که من به صورت VF منهای VI براتون نشون دادم. مجموع نیروهایی که روی یک حجم کنترل وارد میشه به صورت رو کیو در این تغییرات سرعت یا VF منهای VI بیان میشه. بنابراین این نیروهایی که روی یک حجم کنترل وارد میشه مجموعشون یا سامیشن F برابر میشه با روی کیو در VF منهای VI هستش. چهار بخش در امتداد مجرای پمپ پروانه‌ای وجود داره که قابل تحلیل هست و این چهار بخش رو من روی این شکل براتون نشون دادم و توضیح میدیم که به چه ترتیب هست و میخواییم ببینیم که این پمپ گریز از مرکز و این سیستم چطور میتونه با اصل تکانه ضربی آنالیز و تحلیل بشه. بخش اول حالتی هست که سیال از بخش یک به بخش دو حرکت پیدا میکنه. این بخش یک هست و این بخش دو و پیزومترهایی که در نظر گرفتیم که این حرکت جریان رو بتونیم تحلیل کنیم. بخش یک به بخش دو. توی این بخش بر اساس اصل تعادل انرژی برنولی با توجه به اینکه سطح مقطع داره کاهش پیدا میکنه، یعنی سرعت داره افزایش پیدا میکنه و بر اساس اصل تعادل انرژی برنولی فشار کاهش پیدا میکنه، رابطه‌ای که میتونیم برای این بخش بنویسیم به صورت حد فشار در مقطع یک به علاوه حد سرعت در مقطع اول برابر میشه با حد فشار در مقطع دوم به علاوه حد سرعت در مقطع دوم هست، که سرعت با کوچک شدن مقطع افزایش پیدا میکنه و فشار کاهش پیدا میکنه و این تعادل بر اساس اصل تعادل انرژی برنولی برقرار خواهد شد. بخش بعدی بخشی هستش که بین دو و سه اتفاق میفته. توی این بخش انرژی به وسیله پروانه، این پروانه رو همونطور که توی این شکل براتون آوردم مشاهده میکنید، به سیال این انرژی اضافه میشه. انرژی به شکل حد فشار به سیال اضافه میشه که باعث میشه این فشار بلافاصله توی پایین دست پروانه بالاتر بره، که این رو در این قسمت مشاهده میکنید. در قسمت خروجی پمپ یا بخش چهار شرایط جریان پایدار هست و یک افت جزئی در حد فشار بین بخش‌های 3 و 4 و افزایش جزئی در سرعت متوسط جریان توی این ناحیه
حاصل میشه که در واقع شرایط جریان توی این قسمت تقریبا پایدار هستش.